اگه من اشتباه کردم کیمیا هم اشتباه کرده. البته من این وسط دنبال مقصر نمیگردم. من میگم هر کسی اشتباهی میکنه تو خونش هم میده. از بزرگ ما که شما باشین تا من کوچیک، مگه خود شما کم تو اون رفاقت با مصاحبه کرده دادین؟ پرال اومدم اینجا بهتون بگم که من زندگیمو دوست دارم، کیمیا رو دوست دارم. اگه سلام میدونین بزرگی کنید و نذارید این زندگی به هم بریزه. شما اصلا آرش رو نمیشناسین، بی خود دارین. ببینم دیگه نظر من برات مهم نیست؟ چرا بابا، نظر شما بر من خیلی مهمه، ولی شما هیچی از مشکلات من آرش نمیدونین. تا قبلش که فقط با تو و مادرت حرف میزدم خیلی چیزا رو نمیدونستم، ولی امروز که با آرش حرف زدم خیلی چیزا دستگیرم شد بابا. سلام، خسته نمیشی؟ سلام، هم خسته نباشی. ممنون. ببین بابا کیمیا، طلاق جدایی آخرین راهه، ولی بهترین راه نیست. من فکر میکنم الان دیگه شرایطمون با قبل خیلی فرق کرده. چه فرق کرده؟ من و تو الان بچه داریم. من و تو بچه داریم؟ بله، بچه‌مونه. خب وقتی که دختر دوستتو قبول میکنی بیاری بزرگش کنی، وظیفتی که بهترین شرایط براش مهیا کنی، اعم از یه پدر خوب. چرا که نه؟ ببینم بالاخره اون دختر باید یه پدر نازنین بالا سرش باشه یا نه. اتفاقا هماهنگم کردم، یکی از دوستام ثبت احواله، گفتم که سریعا اسمشو بزنه تو شناسنامه من و تو. بفرمایید، خوش اومدین. بیا تو، بیا مهری جان. خسته نباشی. من کاری نکردم که، گفتم یکی اومد اینجا رو تمیز و مرتب کرد. البته اصل کاری اتاق آزاده است که کار آرشه. آرش جان بیا مادر بیا نشون بده اتاق آزاده. بگم سلام. سلام خوشمزه، خیلی خوش اومدیم به خونتون. بفرمایید. خیلی خوش اومدی مامان عزیز. منو دوست داری عزیزم، جون دلم. چطوری خونه تو؟ ببین عزیز خانم، بفرمی خونه رو نگاه. وای اتاقش رو ببینی عزیز خانم. همش کار آرشه ها. چطوره؟ میخوای شخصش ببینه؟ زحمت کشیدی آرش. اختیار داری، میخواید ببینه تختش و کوچیلو خانه؟ نه 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 نه. آره عزیز دلم، جونم دست درد نکنه، خیلی خوش کشم. من میخواستم برای امشب یه شامی چیزی درست کنم، این آرش نداشتم. دست پخت من بی نظیر شده مهری خانم، باید امتحان کنی. نه بابا، من که باید برم خونه. الان کامران و باباش خونه رو کردن میدونه جنگ، باید برم جمع. خوش بالا با فرخ دیگه، کیف میکنه با کامران. نه خب مادر، تو هم از این به بعد آزاده رو داری دیگه. بله چرا که نه. خوشی کنم. آره بابا، ما دیگه شما رو تنها بذاریم. یعنی اصرار نکن. نه بابا چه اصراری. باش پس یه قول به من بدین، یه شام مفصل در خدمت حالا ما خیلی باید بیاییم. بله حتما. پس حواستون به هم باشه. نه مامان دیگه بفهم، حواستون به هم باشه. خدا حافظ. خیلی لطف کردی، شفا آوردی. خیلی بزرگواری کردی. میگم میشه آدم اینقدر با استعداد، اینقدر با سلیقه خوابی؟ ببین چی کار کردم، خیلی خوب شده نه؟ بله بله. میدونی این مدتی که نبودی خیلی بهم سخت بودش، خیلی، ولی حداقل حسنش این بودش که یکم آشپزیم بهتر شد. آره انتظار داشتم مثل همیشه از رستوران غذا بگیری. نه خب این مدتی که رفته بودم پیش بابا یه مقداری رو دست سرش پزاش دوزیدم، نمیدونم حالا خروجیش چی شده باشه. شکل و شمالش که بد نیست، امیدوارم مزهش هم خوب باشه. بفرم. نه خیر، گفتم که تو چیکار میکنی؟ هیچ. بابا چطوره؟ اونم خوبه، یعنی خبر خاصی ندارم. تو چه خبر خورم شد؟ راستی کیوان ازش هیچ خبری نشد؟ نه نه
امیدوارم زودتر ازش خبرهای خوبی بهتون برسه. تو تعریف کن، تو چه خبر؟ مدت که خرمشهر بودی با این اتفاقای تازه چه خبر؟ جنگ بود دیگه، جنگ همه شو نوشتم. تو همون دفترچه خاطرات معروف ها؟ آره، میرم بخونیم. بریم آرزون دفتره رو بخونم. میدونی کدوم قسمتشو بیشتر علاقه دارم بدونم؟ کدوم؟ جذابترین قسمتشو، همون که مربوط به خودم میشه. البته با همه بدی هم. نگران نباش، من قسمت های بدیاتو همه رو ریختم دور. پس با این حساب دفترچه فقط جلش مونده. نه اینجوری نیست، تو خوبی هم زیاد داشتی. وای میدونی آرش، وقتی خواستم برگردم اینجا فکر کردم که بهتره که خاطرات بد و همه رو فراموش کنم، بیام همه چیز رو دوباره از اول شروع. نمیدونم با چه زبانی ازت تشکر کنم. من واقعا خود میدونی من تو خیلی دوست دارم. یار اشتباهیم ازم سر زده، بذار پای همون دوست داشتم. ای کاش میتونستم مثل تو خوب باشم. بفرمی خوب شده نه؟ عالیه. عالیه بوشگه. عالیه. بله سلیقه شما عالیه. ببینم برنامه چیه حالا که دانشگاه بسته شده؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم الان که گیجم، ولی خب باید صبر کنم تا آزاده بزرگ شه دیگه، که هیچ کسو نداره. باید صبر کنم از آب و گل در بیاد. فکر کنم یه چند ماهی طول میکشه. حالا بعدش هم خب محمد یادته مدیر دبیرستان ما بود تو انقلاب سواکی دست کشید؟ بله خب یادم. همونی که بهم گفتی میام نجاتش بدم. آره شام نجاتش ندادی. خوب کردی. اون مثلا یه پستی گرفته تو وزارت آموزش پرورش، میخوام برم پیشش شاید منو استخدام کنه. من تو خرمشهرم تدریس میکردم. پست گرفته بود کاش نجاتش داده بودم. آره به خاطر همین گفتم شاید معلم بشم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. مهربونی معلم ها رو که داری. سواد هم بدی نیستم. داره اون که حتما. اوه جون بیدار شد. بزن من بیدار. سلام نانای جان. زیونه دلم بیدار شده خوشته. ای نانای جان حال شما چطوره؟ خوبی شما؟ ای جونه بده من بخوابیم. امکان نداره. سلام بیدار شدی؟ بفرمایید. جانم امرتون. خانم محمدی کیمیا چطوری تو؟ خیلی ممنون عزیزم. خوبی؟ خیلی خوش اومدید خانم پارسا. شما میتونید از همین فردا کارتون رو شروع کنید و من خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب نرسیم. حالا من بگم که چه مسائل دوم مخلوم خدا به. 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 خدا
این کیک براخره چی شد؟ یکی بیاره آوردم لا آوردم آوردم بچه های اولا مادر دو آزاده خب بیاریش کجا بردیش الهی بابا کامرا بسیم اینجا ببینیم چطوری خوش بله بایس خوب بایی اما دونیم نگاه سو ممنم بچه ها بیاییم بچه ها بودیم اگه داریم بیاییم مون بایستی بگیم یه زد جمپر خواهد فوت کنیم یک دو سی یه با بودو سه توجه علامتی و همتی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز بله دستتون درد نکنه دستتون درد نکنه افتادی زحمت دوران بسیار سختی بوده بسیار دست شما درد نکنه شما هر چقدر بگم که متوجه هستم شما درد نکنه متشکر خیلی متشکرم مرسی شما دست درد نکنه خیلی ممنون خیلی لطف خواهش باش از این زحمت ها اصلا نگران نباش ان شاء الله عروسیمون جبران ان شاء الله چرا که نشه سر که حرف دلتو به داداش رضا بزنیم هم چون بیم عروسی جبران بابا بیچاره فرشید با اون رفتاری که آقا رضا باهاش داشت اصلا فکر کنم جرأت نکنه پا پیش بزنه نه اتفاقا اصلا اینجوری نیست رابطهشون خیلی بهتر شده مخصوصا از وقتی که با هم میرن جبهه خیلی خوبه خب پس چرا معطلی دیگه تو چرا هولی خودت خودت دارم میگم تو از رابطه خراب نشده نونو به چسبون به تار آره دیگه عروسیو رو بنداز بودی بعدم کیمیا تنها از بیچاره اینو بگیر اینو ببر بله الو الو ببینم کیه نمیدونم حرف نمیزنم الو دفعه دومش آقا تو برو زنگ زد جواب نده بذار خودم بردارم خیلی خلاصه بخوایم بگیم شرایط اینجوری بود خیلی خلاصه چه سرگذشت عجیب و پرماجرایی بله پرماجرا پر افتخار تازه آقا فرخ نمیدونم در مورد اون بخش زندان افتادنشون تو عراق و بعد با چه مصیبتی فرار کردن دیگه داستانی زدین واقعا باید تشکر بکنم از آقا آرش که باعث این آشنایی شدن خواهش میکنم باعث افتخار ما هم هست من نمیدونم آقای رضایی عرض کردم خدمتون یا نه برادر خانم من آقا کیوان الان به اسارت گرفته شده بله که... کیوان پسر خواهر من پسر آقا فرخ عجب نمیدونم چه رشادت ها کرد این جوان اسیره خبری نامه چیزی ازش نرسیده نه والا هر روز میریم این دفتر صلیب سرخ تا حالا که خبری نشده انشالله خبر سلامتیش به زودی بیاد و هرچی زودترم آزاد بشه خلاصه اینکه حاج آقا این خانواده به زحمت برای این انقلاب کم نکشیدن حالا بحث جنگ که اصلا جدا یعنی وقتی جنگ شروع شد عراقی حمله کردن به خرمشهر رشادت آقا فرخ که اصلا من اندازش نیستم که توضیح بدم ولی از اون طرف آقا منوچهر برادرشون زحمت خیلی کشیدن وظیفه دینی و شرعی ما بود هممون بودیم انجام میدادیم دیگه خدا شما رو حفظ بکنه استدعا میکنم ریا میشه بیشه زندگی حالا مشکل چیه؟ آها عرض کنم که در حال ما اینجا پشت جبهه‌ایم یه سنگر دیگه هستیم درست سنگر تولیدیم درست باید کارخونه رو حفظ کنیم تولید رو باید حفظ بکنیم همینطوره و این نیاز به سرمایه گذاری داره امکانات داره و بدون داشتن امکانات لازم که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم کسانی که مثل شما کارشناسن لیاقت دارن و میتونن این کار رو انجام بدن بعد این گره رو باز بکنن که ما هم توی این سنگر بتونیم فعالیت خودمون رو ادامه بدیم خلاصه بله یعنی باشه حالا که اینقدر فوریه اجازه بدیم من برم تو اتاق شماره چک رو براتون میخونم یه لحظه گوشی قطع نکنی
الو. ببینم برای چی برگشتی؟ کدوم اوضاع خوب شده؟ اوضاع بدتر از دیروز باشه بهتر نیست. چی میگی برای خودت؟ چرا ما بیخبری؟ شما مثل همیشه حرف خودتو میزنی. مگه نشنیدین اون بر دورم شلوغه؟ برای همین نمیتونم حرف بزنم. اصلا شما نباید زنگ میزدی خونه ای من، مهمون دارم. بله نباید میزدید. شما شماره چکو بخواین. گفتم بهتون دیگه 17542 سوم دیگه هم اینجا زنگ نزن خواهش میکنم. کی بود؟ همون بود که هی زنگ میزد حرف نمیزد. آره چکه یکی از مشتری ها برگشت خورده، گفته بود شماره چکو براش بخونم صبح بده وکیل کارخونه بره دنبالش. نمیدونم چی کار کنم. تو این حوزه حقوق کارگرا را کجا بیارم خودم؟ پس به خاطر بهتر شدن اوضاع کارخونته که این آقا رو دعوت کردی اینجا با دایمنچر دورش کردین، دارین از قهرمانی های دایمنچر صحبت میکنین. انگار تنها قهرمان جنگ خرمشهر دایمنچر بود. حالا تنها قهرمان نبوده باشه، یکی از قهرمان های فرانک بوده. آره دو روز اومد خرمشهر رفت. حالا اون یکیش هم من. آره قهرمان های فرانک بوده. شما قهرمان جنگ بودی. مهمه دلم قلبم فکرم پیش شما بوده باشه. آرش. تو خرمشهر که بوده. ببین مردم خرمشهر اگه شهید شدن، اگه اسیر شدن، اگه مجروح شدن به خاطر این نبوده که شما بتونی الان استفاده کنی برای کارخونت وام بگیری ازش. ببینم چه جوری یه جوری حرف میزنی انگار من اون وامو میخوام بگیرم بذارم جیبم. خوش کن کیمیا، من اون وامو میخوام به خاطر اینکه بتونم دستمزد کارگرایی بدم که دو ماه حقوق نگرفتن. اونا آدم نیستن، اونا زن و بچه ندارن، ایرانی نیستن. حالا بیا این حرفا رو تمامش کنیم. تو که اینم زحمت کشیدی مهمونی به این خوبی و تدارک دیدی مثل خانما، بیا به مهمونات برس. باشه؟ یمن بجمون. فکر کنم طبیعیه نگران زندگی باشم. خب معلومه به خاطر اینکه شما پاشدین اومدین اینجا. من موندم از دست شما چیکار کنم؟ بگین آدرستون رو بگین حفظ میکنم سر میزنم بهتون حتما. چشم چشم باشه، منتظرم باشه. خداحافظ. سلام صبح خیلی. صبح تو هم بخیر. چطوری؟ خوبم. زحمت کشیدی، چرا منو خبر نکردی؟ دیگه باید نزاش آزاده اینا رو بکنم. صبح رو برات آماده کنم؟ نه ممنون، یکم حال ندارم، یکم بیشتر میمونم خونه کار دارم، شاید اصلا بیرون نرم. باش پس ما رفتیم. موضوع خود باش. خدافز.
ببینم اینجا چه جور جاییه؟ شما چطور اینجا زندگی میکنی؟ جای بعدی هم نیست. آخه خدمتکارا رفتن مرخصی، بیان اوامرتون ابلاغ میکنم. منظورم این نبود، میگم فکر میکنین که بیان همچین جایی زندگی کنی، یعنی مثلا هویت خودتون رو میتونی پنهون کنی؟ ببینم من میدونم چیکار دارم میکنم. آش میخوری دیگه، داغه، بیا نونم تازه است. بیا بابا بیا بیا با کفش به ایراد نداره. میگم چه بوی غذایی را افتاده، شما که آشپزی نمی کردیم؟ همسایه ها میارن برام، به میرسن. همسایه ها چیه؟ قرمتون برم. نگرانی نیستیم بفهمن شما کی هستین؟ یعنی چی کی هستم؟ خب معلومه کی هستم. یه جنگ زده بدبخت که خونه زندگی زن و بچه‌ش همه رو تو جنگ از دست داده، بعد از جنوب با یه دونه چمدون اومده تهرون پناه آورده به اینا، بعد میشینم شبا قصه‌مو برای اینا تعریف میکنن، نمیدونی چه حالی میکنن. من واقعا نمیفهمم برای چی برگردم. بشین ببینم برای چی برگشتم. کاملا معلومه، کشورمه، وطنمه، بهش حمله کردن از خارج، من باید بیام اینجا ازش دفاع کنم، هیچی خارج بمونم؟ یه جوری حرف میزنه اینگاه، من شما رو نمیشناسم. من پسرتونم و من که میدونم برای چی برگشتین. دیدین آب گلالود شده، گفتین بیان یه ماهی دیگه. آب گلالود قبول، ولی من که تنها نیستم، پسر دارم مثل شاخ شمشاد پشتم وایساده. که بله، ولی شما که هیچ وقت به حرف من گوش نمی کنی. بله میدونم منظور جناب علی چیه، تمام املاک رو به اسم جناب علی کنم. کور خوندی؟ قربونتون برم، من صد بار بهتون گفتم این املاک نجاتش یه را بیشتر نداره، شما هم که گوش نمی کنین. بابا اسم شما رو این املاکه، تا اسم شما باشه توقیفه، خلاص. به من میگن مشفق، قشنگ ردشو زدم، میدونم یه عده‌ای پس گرفتن املاکشون و معاملم کردن، پولشم نقد کردن. خب این که خیلی خوبه، من میگم از همونا بپرسین چیکار کردن، خودتون انجام بده، اینجوری که لازم نیست املاکتون رو اسم من بکنین. خوبه؟ ببینم مثل که به من کار داشتیم گفتیم بیام اینجا. من دنبال یه دوستم، حقیقتش یه دوست قدیمی. بعدم تو که بهتر از همه میدونی که من که خب نمیتونم هر جای آفتابی بشم. اون که بله، یعنی من باید برم پیداش کنم. آره دیگه بابا، یه آدرس بهت میدم، میری سراغش، میری احوالشو میپرسی. طرف از این کله گنده ها شده الان، رنگ عوض کرده، خیلی رنگ عوض میکنن، ولی بوی پول بشنون برمیگردن سر جای اولشون. میتونه کمکمون کنه. چشم، اونم پیداش میکنم، ولی ای کاش همه اینا رو تلفنی به من میگفتی، نه اینکه پاشین بیان ایران. من فکر کردم تو از دیدن من خوشحال میشی. خب معلومه که خوشحال میشم، اما نه تو این شرایط. من نگرانم هم شما تو در سر بیافتین هم من. چرا تماس گرفتین به خونه من؟ چرا مراعات حال منو نمیکنی؟ شما فکر نمیکنی که میاد چقدر مشکوک شده از وقتی شما زنگ زدین؟ آره ولی که از برگشت سر خون زندگیت، یعنی علکه بود این قصه جدایی تو اینا. راست میگی کیمیا نباید بو ببره، حق با توه، به خصوص الان که باباش یک کاری شده. خوبه، پس از قضیه فروخ هم کامل خبر داری؟ این اسناد و معموله ها رو، طلا ها رو همه رو برگردون دولت. برو میدونم، ولی دیگه برام مهم نیست. مهم نیست؟ مثل که یادتون رفته چه پدری از من در اومد، تا کجا رفتم به خاطر همین قضیه که برای شما الان دیگه مهم نیست. اون کارو برای کیمیا کردی، منتشو سر من نذار. پاشو پاش برو دنبال این آدم، این میتونه مشکل ما رو حل کنه، پاش برو پیداش کن دیگه. چشم، ولی شما حداقل برای یه بار که شده حرف منو گوش کنین. فرخ الان تو دستگاه موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده، یعنی بعد از اینکه این معمول و اینا رو برده پس داده، اتفاقا الان داره تو همون مرکز اسناد کار میکنه. خب تو فکر مثلا سرقت اسنادی؟ چرا سرقت؟ من چه میدونم، اینجوری که تو میگی فکر کردم تو کلت مثلا میخوای نقشه بکشی بری سرقت کنی. نه احتیاجی اصلا به سرقت نیست، من مثلا که فراموش کردی من داماد فرخم، اینا میشینم باهاش صحبت میکنم، میگم این ملک و املاک حق من و دخترشه، یه جوری از توقیف درشون بیاره. ساده ای واقعا. برای چی سادم؟ اگر اون بفهمه که این ملک و املاک حق منه، حق دخترشه، خب حتما بهمون کمک میکنه، نمیکنه؟ گوش کن به حرف من، گوش کن، دور فرخ خط بکش.
خط بکش. گوش کن چی بهت میگم. برو دنبال کاری که من میگم. اگر من موفق بشم و تو هم به سهمت میرسه دیگه. بیا با بیا این آشه رو بخور. جزو تو خبر نداری من شبا براشون نوهم میخونم. بخور دیگه. چشم. خانم تموم شد. اجازه خانم تموم شد. بشه. خب بچه الان انواع اضافه رو تو این دوتا بیت مشخص کنیم. جا احتیاج به مراقبت 24 ساعته داره. 24 ساعته میفهمی آقا رضا؟ بله. باید پستا به موقع عوض بشه. هر کس هم خواست بره مرخصی باید یه هفته قبلش اعلام کنه که ببینیم کی تو مرکز هست کی نیست. چشم. هیچ عذر و بهونه‌ای هم پذیرفته نمیشه. بفهم مرخصی. سلام. سلام آرش. سلام. خوش اومدی. آرزا از این بعد هر کسی خواست وارد مرکز بشه باید بدونیم کی هست و با کی کار داره. چشم. یه هماهنگی کسی پاشه نمیذاره اینجا. چشم. خیلی خوش اومدید. قربان. چقدر سخت میگیرن آقا فرخ. هزار تا سوال جواب کردن. مراقبت از اینجا سخته. بله. آدمام کم تجربه. مجبوریم سخت گیری کنیم. بشین. خیلی خوش اومدید. اتفاقا داشتم میمدم دم در همسرتو میدیدم. آینه کونا؟ بله بله آقا پیمان. نمیدونستم اینجا کار میکنم. خب بهشون وکیل گهگاهی هم یک کمکایی به ما میکنه. آها بابا چه خبر؟ انشالله همه چه خوبه. بله همه چه عالی. کیمیا حالش خوبه؟ کیمیا هم خیلی خوبه. بله نوه خوشگله من چی داره؟ اون که دیوونمون کرده آقا فرخ. تو الان مهد کودکه. منم که همش درگیر کارخونه. همه چی رو روال ثابت. چایی میخورید؟ من ممنونم عزمتون نمیشم. من فقط یه زحمتی داشتم گفتم برسم خدمتتون وقتتون رو بگیرم. ببخشیدم بدون هماهنگی. خواهش میکنم در خدمتم. چی شده؟ نمیدونم از کجا شروع کنم. واقعیتش چجور بگم آقا فرخ. من با قول قدیمی ها میگن گناه پدر پای پسر نمینویسن. ولی نمیدونم دور زمانه عوض شده. شرایط چیه؟ اصلا چرا دارن اینجوری میکنن با من؟ آرش جون مشکل پیش اومده. بله دیگه. میدونی آقا فرخ روک رو راست من قواعد انقلابو میدونم. اینجور مواقع خشک‌تر با هم میسوزن. اما من انتظار نداشتم این قضیه دامن من و خانواده‌ام رو بگیره. خب به هر حال پدرتون با دربار بچه‌ای رفت و آمد داشته. حتما براش مشکل پیش میاد. میخوای بری سر اصل مطلب؟ اجازه بدین آقا فرخ من اصلا اینجا نیومدم که از عملکرد پدرم دفاع کنم یا هر چیز دیگه‌ای. قدیمی یه جمله میگن باید با آبتلا نوشت زد به دیوار. میگن گناه پدر رو پای پسر نمی‌نویسن. هر کسی مسئول کارهای خودشه. ولی به نظر من قصه از وقتی ظالمانه میشه که یه سری کارهایی که پدرم به صورت نرمال انجام میداده این روزا اسم وابستگی به دربار بهش گذاشتن و به این بهونه اموال منو توقیف کردن. آها پس یاد مال منو بابا افتادی. اومدی زندهشون کنی. آره نه مال اموال پدرم که نه. مال اموال خودم. مال اموال کیمیا. مال اموال آزاده. اموال خانواده‌ام. شما که خودتون شرایطو بهتر میدونی. تو این شرایط بد اقتصادی که من دارم واقعا سخته که آدم صاحب اموال خودش نباشه. اونم به چه دلیل؟ یه اسم خانوادگی دار و ندارمونو توقیف کردن آقا فرخ. صاحب کن آرش میشه مشخصا توضیح بدی بگی که چه چیزایی رو ازتون توقیف کردن؟ همه چیو. شما بفرمایید چیو توقیف نکردم. باغ،
املاک، خونه، هر چی که شما فکرشو بکنید. میدونی آقا فرخ، همه سهم من از ارث خانوادگیم الان دوچار مشکل شده. خب الان این ملک املاکی که میگی به نام کیه؟ به نام توه؟ به نام پدرته؟ نه فرخ، خب طبیعتاً به نام پدرمه. یعنی واقعیتشو بخوایم پدرم قصدش قبل از رفتن این اموالو به نام من بزنه. خبر داری براش پرونده تشکیل داده یا نه؟ خبر دقیق و درست که نمیدونم، ولی این روزا که برای همه پرونده درست کردم، حتما برای مشفقم این کارو کردم. خب حالا دقیقاً بگو از دست من چه کاری برمیاد؟ انتظار که به طور مشخص واقعیتش نمیدونم چی ازتون بخوام، فقط اومدم اینجا ازتون خواهش کنم که به من کمک کنین که این اموالی که حق منه، حق کیمیاست، حق خانواده‌مه، یه جوری بهمون برگرده. آقا فرخ، من اصلا این شرایطی که برام به وجود اومده رو منصفانه نمیدونم. من چه کمکی میتونم بکنم آرش جون؟ بالاخره با این شرایط فعلی، خب شما صاحب نفوذین، البته من اصلا نمیخوام از این موقعیتتون سوء استفاده کنین، فقط میخوام تا جایی که ممکنه تو این پرونده به من کمک کنین. باور کنید من اینا رو به خاطر خودم نمیگم، من بیشتر از هر چیزی فکر آینده آزادم. همین. خب خوبی که به فکرش بودی، من اینکه صاحب نفوذ و موقعیت این از این خبرها نیست. تازه اگرم باشه من کاری برای تو انجام بدم میشه سوء استفاده از موقعیت خودم. درست میفهمین، ولی من که عرض کردم من اصلا همچین انتظاری رو ندارم. من فقط اومدم ازتون یه مشورت بگیرم، ببینم تو این شرایط چی کار میتونم بکنم. اگرم فکر میکنین کاری از دستتون بر نمیاد، همین که وقت گذاشتین و به حرفای من گوش کردین، من نهایت تشکر دارم ازتون. ببین بابا جون آرش، من هیچ قولی بهت نمیدم، ولی به هر حال هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم. خیلی ممنونم فرخ، واقعیتش درسته که من اینجوری فکر میکنم اگه از حقم بگذرم به خانواده‌ام ظلم کردم، ولی عرض کردم من اصلا دوست ندارم از موقعیتی که شما دارین سوء استفاده کنم یا بخوام کاری غیرقانونی شما انجام بدین. همین که به حرفم گوش کردین نهایت تشکر دارم. ببینم از این مال املاکی که میگی سند و مدرکی داری؟ بله فرخ. خب اگه داری بردو بیا بررسیش کنیم ببینیم راه قانونی چیه، چه کار میتونیم بکنیم. من واقعا از شما ممنونم. خواهش میکنم. برمشت داریم با من. خیلی با شما. خدایا همه رزمنده رو سلامت بدار. سلام علیکم. سلام علیکم حاج آقا. حال شما خوبه؟ الحمدلله. حاج آقا میگم شنیدی دیشب حمله شده؟ از آقا زاده تا چه خبر؟ حالش خوبه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. الحمدلله. خوب. نمیخواد برگرده؟ والله برای چی برگرده؟ همین امنیتی که داریم شما سر کوچه واسید اختلاط میکنین به خاطری که اونا تو جبهن. خدا خیرتون بده. راستش من یه ساعت پیش یه جوونی رو دم در خونتون دیدم. فکر کردم لابد آقا زادتون برگشته. البته خدای غیبتش نباشه، قیافش به ردمنده ها نمیخورد، مثل این سوسولک ها بود. قدش بلند بود؟ بله بله قدش بلند بود. میگم حاج آقا آش براتون بیارم؟ نه نه من همون آشم نگه داشتم برای افطار. هنوز که ما رمضان نیست، شما همیشه روزه میگیرین؟ اگه خدا قبول کنه من همین یه لقمه برای افطارم کافیه. شما اینم ببر برای ما دعا کن. با اجازه شما. به سلام و دستتون در نکنه. خیلی بنده خدا پیر و مرد بچهش همیشه جیب هست. خدایا کیه؟ منم. شما؟ کارشم دیگه، در باز کنیم میتون. بابا جون وقتی میخوای بیا اینجا زنگ بزن قبلش. چشم، حتما زنگم میزنم. میگم یه اتفاقای خوبی افتاده اومده، خیالتون راحت کنید. در موضوع چی؟ فقط کجاست؟ چی کجاست؟ اسناد دیگه کجاست؟ یکی کجا میری تو؟ دارم میرم اسناد بیارم ببینم کجا گذاشتی. یه کاری کردم کارستون. کجا میری؟ فکر میکنی من اسناد همینجوری ول میکنم توی خونه؟ ببینم کجا گذاشتی اینا رو. پدر با شما من اصلا پیداشون نمی کنم. بابا چیکار داری میکنی؟ دنبال اسنادم. شما به من بدین این اسناد، قول بهتون میدم کلی خبر خوب بدم. با فرخ صحبت کردم، قول داد بهمون حسابی کمک کنه. چیکار کردی؟ رفتی به فرخ گفتی من اینجا؟
اون که معلومه نه. پس چی؟ در مورد مرکا املاک با صحبت کردم. همین. تو مغز خر خوردی؟ واقعا مغز خر خوردی؟ کاری که من داشتم با روش خودم به سادگی انجام میدادم با گفتن اونا همه چرا به باد دادی؟ چرا بره اون قلدا کمک کنه همین؟ این حرفا چیه؟ وقتی رفتی کلشو به اونا گفتی؟ خب رد اسنادو میگیرن، رد زمینا رو میگیرن، کل شما صادره میکنن. آخه چرا باید همچین کاری کنن؟ شما انگار متوجه نیستی، من دامادشم، شوهر دخترش. تو متوجه نیستی، فهمیدی؟ تو متوجه نیستی. اون مگه آدم این رژیم نیست؟ اون زن و بچه میشناسه؟ اون دختر میشناسه؟ اون داماد میشناسه؟ اون فقط خدمت میشناسه، کله خره. اون زن و بچه‌شو داشت به کشتن میداد. اصل شهرام بالا سرشون بود. ایشون به فکر چی بود؟ به فکر خدمت، به فکر این که محموله رو پیدا کنه. من اصلا نمیدونم شما اینا رو به این دقت از کجا میدونی؟ من خیلی چیزا میدونم، به تو ربطی نداره و مهم نیست. مهم اینه که تو همه چیزو به باد دادیم. من هر کار کردم فقط به خاطر این بوده که نگرانتون بودم. اگر نتونستم کاری بکنم، خب این سنده رو بهتون برمیگردونم. تو نمیخواد نگران من باشیم. خب برو بیرون، برو، دیگه هم نمیخواد سراغ من بیایی. باشه، فقط بدونین این جایی که همه توش گیر کردیم نتیجه همین اشتباهی شما بوده. مملکت قلفتی دستتون بود، مفت دادینش به اینم. برو بیرون. ببینم اما شما میدونی چی تو فکرشه؟ میدونی چه کله که میخواد سوار کنه؟ میدونی چه نیشی میخواد به من بزنه؟ هیچ وقت فکر نمیکردم دلم بخواد دوباره ببینم. شما که بهتر میدونی من و آرش یه ذره با هم مشکلات داشتیم. یا برو ولم کن تو همین بدبختی، بذار بمیرم، یا همین که منو ببخش. به همین دلیل که ملک املاکش توقیف کردم. گفتم که کشف کار اینجور آدم ها یه خورده زمان میبره. ببین به والله اگر بمیرم راضیم که بمیرم. خورم شهر آزاد شد، شهر شما آزاد شد. کی میا خانو؟ بیا میرو ببینی چه خبره. ای لحظه نام